بسیار خوب. خانم شیرین، نکته ای هست که من نپرسیدم و شما بخواید به این موضوع اشاره بکنید تو این گفتگو؟ نه من فقط یه چیزی رو دوست داشتم بگم، چون البته باز برای این موضوعی که میخوام بگم شخصیه، ولی خب از این فرصت میخوام استفاده بکنم. چون اون دیشب که اومدن خبر دروغین زدن که من رفتم رأی دادم، البته اونها هدف، یعنی من دنبال که کردم کار خود اصلاح طلبا بوده و شاید ستاد آقای همتی، نمیدونم حالا ستاد آقای همتی چقدر درگیر این قضیه بوده، ولی اونا حواسشون نیست که اگر برفرض فکر میکنن، حالا من تایید نمیکنم ولی فکر میکنم برفرض مردم یه محبتی به من دارن یا حرف من براشون مهمه یا کنار مثلا ما کنار مردمی، مردم کنار ما، به خاطر اینکه من کنار مردمم و سعی میکنم که درک کنم و اون مشکلات رو که خودم هم لمسش میکنم با، یعنی در کنار مردم موضع بگیرم، جو خودم رو میخوام جدا نکنم از مردم. اگر جدا بشیم که دیگه محبتی وجود نداره، مثلا من هم میشم مثل بقیه. بنابراین این که میان اعلام میکنم فایز میاد رای میده یا رای داده، که بتونن یه دی رو جلب کنن که اونا برن رای بدن با آقای همتیشون، هدفشون این بوده که اون شب رای آقای همتی رو ببرن بالا. مردم تا زمانی ما براشون ارزش داریم که در کنارشون باشیم. اگه قرار باشه من بگم رای نمیدم و دروغی برم یواشکی برم رای بدم، که این اصلا اون محبت مردم یا اون اعتقاد مردم یا اون باور مردم هم به من از بین میرن. مردم کورکورانه از کسی که تبعیت نمیکنن که چون فایزه رفته رای داده ما هم بریم رای بدیم. این فقط یه به نظر من بد اخلاقی بود که و متوجه نشدن مسائل که و سوء استفاده از این محبت مردم که اینجوری بخوان جریان رو منحرف کنن و خیلی هم کار بدی کردن. و من از این قضیه خیلی، حالا قبل از اونم متاسفانه باز از ستاد آقای همتی یه تراکت اومده بود بیرون، حالا من یه حرفی زده بودم در مورد اون مناظره ها، اون رو دال گرفته بودم بر حمایت من از آقای همتی و دوباره من یه تکسی بنامیه اونجا داده بودم که با من از هیچ کس حمایت نکردم، چون من نمیخوام برم رأی بدم. بعدم اینجور بازم میخوام تاکید کنم، اینجور هم نیست که مثلا برفرض من اگر بخوام حمایت بکنم مردمم از من تبعیت بکنن، اونا به شرطی دوست دارن ما در کنارشون باشیم و علاقه مندن که مشابه خودشون فکر بکنن. اگه قرار باشه کلک بزنیم، نارو بزنیم، یه جور دیگه عمل بکنیم، یه جور دیگه حرف بزنیم، که طبیعتاً نمیتونه جواب بده. بابا برای ما یه ارث خیلی خوبی گذاشته و اون محبت مردمه، و این در صورتی حفظ میشه که ما در کنار مردم این ادامه مسیر رو بدیم. اگر قرار باشه فاصله بگیریم، این محبت هم از بین خواهد رفت. خانم ماشین، برای من یه پیغام اومد که از شما بپرسم در مورد رابطه آقای رئیسی با کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس چه رفتاری رو خواهند داشت، به خصوص با عربستان سعودی. با توجه به اینکه در داخل کشور هستین و میشناسید ایشون رو، حالا دور یا نزدیک، فکر میکنید که چه سیاستی رو در رابطه با کشورهای منطقه در پیش خواهند گرفت؟ من اینو یه توضیح اول دادم، گفتم الان مذاکراتی با عربستان شروع شده به نتیجه نرسیده، در ضمن بسته هم نشده، یعنی مونده. من فکر میکنم برم به سمت اینکه این رابطه رو برقرار بکنن، چون اعتقاد ندارم حالا مذاکرات با عربستان کار، یعنی صرفا کار دولت بوده. طبیعتا تا موافقت آقای خامنه ای نبوده باشه یا اون مجموعه، حالا سپاه که معمولا تو همه چی اون تعیین تکلیف میکنه، اینا نمیتونن این مذاکرات رو شروع بکنن. بنابراین احتمال میدم این مذاکرات ادامه پیدا بکنه و برن به سمت احیای روابطون با کشورهای عربی و به خصوص عربستان. یه همچین حدس رو من میزنم. خب این مول بله، خب این احتیاج به این داره که ایران در رابطه با مسائل منطقه‌ای از خودش انعطاف نشون بده، به خصوص مثلا در مورد دخالت در کشورهای عرب منطقه، از لبنان، عراق گرفته تا سوریه و یمن. آیا حاضر هستن که از موضع خودشون کوتاه بیان، با توجه به این دولتی که میفرمایی نزدیک هست به سپاهی ها و آقای رئیسی، نزدیک هست به آقای خامنه ای؟ به نظر من رسیدن به اینجا که باید روابط رو احیا کنن، اگر نبود مذاکرات رو شروع نمی کردن. و وقتی به این نتیجه رسیدن، خب حتما یه آمادگی هایی برای یه سری تعاملاتی خواهند داشت دیگه، چون اگر غیر از این بود به نظر من وارد مذاکرات نمی شدن اصلا و فاصله می گرفتن ازش. امیدوارم که این اتفاق بیفته و خوشبینم تو این قضیه. بسیار خوب، خیلی ازتون متشکرم خانم هاشمی، لطف کردین، فرصت گذاشتید، صحبت کردین. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و بازم سپاسگزارم از حضورتون در برنامه زنده اینستاگرام روزنامه ایندیپندنت فارسی. منم ممنون از شما و این وقتی که گذاشتین، و ممنونم از حالا شنوندگان و بینندگانی که دنبال میکنن این گفتگو رو. مرسی، سپاسگزارم. شب شما بخیر، اوقاتتون خوش. ممنونم.